حوالی 18 دیماه سال 1397 تماسی با اداره آگاهی گرفته میشه و گزارش دعوایی در یکی از محله ها داده میشه این شخص پشت تلفن عنوان میکنه که اوضاع اصلا خوب نیست و درگیری به شدت بالا گرفته پلیس سری تیمی متشکل از نیروهای ویژه خودش رو عازم منطقه مورد نظر میکنه تا سریعا به این مسئله رسیدگی کنند با رسیدنشون به اون منطقه متوجه همهمه و درگیری هایی که داره اتفاق میافته میشن اصلا اوضاع خوب نیست و صدای داد و بیداد اونا به خارج از خونه رسیده اونطور که مشخصه خیلی از اهالی و همسایه ها اونجا جمع شدن و وایستادن که ببینن داره چه اتفاقی میافته مأمورین برای میانجیگری وارد خونه میشن و میبینن که چندتا مرد با همدیگه درگیر شدن زنها هم در حال گریه و زاری و جیغ هستند با ورود پلیس به خونه و تلاش های بسیار زیاد بالاخره این دعوا به ظاهر میخوابه و مامورین سه تا مردی که با هم درگیر شدن رو به خارج از خونه راهنمایی میکنن تا بتونن قضیه رو ما بین آدم و فیصله بدن ولی متاسفانه در بد و خروج از خونه دو نفر از این سه مرد به صورت خیلی ناگهانی به سمت اون یک نفر حجوم میبرند و با چاقوهایی که توی جیبشون دارن شروع به زخمی کردنش میکنن مامورای اداری آگاهی خیلی تلاش میکنن که اون یک نفر رو از زیر دست این دوتا در بیارن ولی متاسفانه نمیتونن کاری رو از پیش ببرن و هر لحظه جراحات شخص سوم بیشتر میشه در نهایت پلیس برای اینکه بتونه اونها رو از هم جدا کنه مجبور به شلیک تیر هوایی میشه و از این طریق اونها رو ساکت میکنه بعد از اتمام این کار خوشبختانه هر سه مرد از همدیگه جدا میشن ولی خب یکی از اونا به شدت محروم شده و کاملا بیهوش روی زمین افتاده نیروهای پلیس خیلی سریع با اورژانس تماس میگیرن که به محل مورد نظر بیان و این شخص رو به بیمارستان منتقل کنن دو نفری که به این آدم ضربه زدن هم دستگیر میشن و دستبند زده شده به اداره آگاهی انتقال داده میشن چون شخصی که چاقو خورده اصلا حال درست و درمونی نداره به بیمارستان منتقل میشه و دو نفر بعدی هم برای بازجویی به اداره منتقل میشن مامورین برای کسب اطلاعات بیشتر تحقیقات میدانی خودشون رو انجام میدن اما نتیجه چندان مطلوبی از این پرسجوها به دست نمیاد همسایه ها و افرادی که در صحنه حاضر بودن میگن که ما متوجه سر و صداهای عجیبی شدیم احساس می کردیم که چند نفر دارن با هم دعوا می کنن ولی خب داخل کوچه همچین صحنه ای وجود نداشت و نمی از کجاست بالاخره همسایه دیوار به دیوار اونا متوجه شد که صدا از سمت خونه ی آقا شهرام و درگیری اونجا رخ داده خیلی در زدیم و سعی کردیم وارد خونه بشیم ولی کسی در رو باز نکرد و صدای ماها هم به داخل خونه نمی رسید. بعد از یادداشت کردن صحبت های این افراد مامورین به سراغ دو مردی که شخص سوم رو مجروح کردن میرن و اونا رو تحت بازجویی قرار میدن اونی که بزرگتره و اسمش سامانه اول به حرف میاد و میگه که من و همسرم قبل از ازدواجمون با هم یه آشنایی اولیه داشتیم و من به شدت به همسرم علاقه من بودم ما بیشتر از اینکه زن و شوهر باشیم رفیق همدیگه بودیم و اون تو تک تک سختی های من کنارم وایستاد دیروز وقتی از سر کار برگشتم متوجه شدم که همسرم اصلا حال خوبی نداره از سر و وضعش میبارید که میخواد یه چیزی رو به هم بگه ولی داره این پا اون پا میکنه نمیخواستم به اجبار کاری کنم که به حرف بیاد خودم هم در طی این دو روز متوجه شده بودم که رفتارش یه مقدار تغییر کرده احساس می کردم اتفاقی افتاده که اون نمی خواد من بدونم و منم دلم نمی اذیتش کنم سر سفره شام بودیم و داشتیم غذا می خوردیم که همسرم برای یک لحظه به من نگاه کرد و بعدش یه هایی زد زیر گریه از این حرکتش متعجب شدم و سعی کردم آرومش کنم خیلی زود براش آب ریختم تا بخوره و بهتر بشه ولی خب تأثیری نداشت نمیتونستم اشک ریختنش رو تحمل کنم و ازش خواستم هر چیزی که ناراحتش کرده رو به زبون بیاره اون بهم گفت که روز قبلش وقتی خونه نبودم پسرم نامردم یعنی همین نادر به بهونه دیدن من به خونمون اومده و زنم هم به خاطر من احترامش رو نگه داشته و راش داده اما اون بیشرف به اجبار با زن من رابطه برقرار کرده و بهش دست رازی کرد وقتی این ماجرا رو شنیدم خیلی عصبانی شدم هیچ وقت فکر نمی کردم نادر بخواد این کارو بکنه اون پسراموی من و همخونم بود چطور میتونست به ناموس من نظر داشته باشه؟ ما از بچگی با همدیگه بزرگ شدیم و اون رو مثل برادر خودم میدونستم هیچ وقت فکر نمی کردم که این چنین آدم عیاشی باشه و بخواد اینطوری به اعتمادم خیانت بکنه وقتی رو فهمیدم نمیدونستم باید چی کار کنم و چطوری تقاسش رو ازش بگیرم که یهو گوشیم زنگ خورد و متوجه شدم که شهابه شهاب هم پسر عموی من بود و فاصله یه سنی 4 پنج ساله ای داشتیم مشخص بود که عصبانیه متاسفانه اتفاقی که برای همسر اون رخ داده بود هم به ماجرای زن من شباهت داشت و دوتایی تصمیم گرفتیم نادر رو ادب کنیم و حقش رو بذاریم کف دستش چون سه سالی میشد که از زنش طلاق گرفته بود تنهایی زندگی می کرد. اولش گفتیم که شاید بهتر این باشه که تو خونه خودش خفتش کنیم ولی بعدش تصمیم گرفتیم که جلوی چشم عموم بهش بفهمونیم که چطور پسری داره و با آب روش چی کار کرده با نقشه و هزار دوز و کلک توی خونه عموم باهاش قرار گذاشتیم و اونجا باهاش درگیر شدیم که شما سر رسیدین صحبت های این شخص به صورت کامل یادداشت میشه و به سمت نفر دوم میرن این شخص همچنان عصبی و مامورای اداری آگاهی منتظر میمونن که کمی آروم بشه این مرد هم به حرف میاد و میگه که همسر من آدم درونگرایی بود و معمولا اتفاقاتی که ناراحتش میکرد رو از من پنهون میکرد تا ناراحت نشم و نگران چیزی نباشم مدتی بود که متوجه شده بودم خانومم خیلی تو خودشه و چیزی رو به هم نمیگه چون اخلاقش رو میدونستم تصمیم گرفتم صبر کنم تا خودش به حرف بیاد و بگه که چه چیزی ناراحتش کرده اما اینطور نشد اوضاع درست و درمونی نداشت و حتی خیلی شبا که کنارش میخوابیدم از خواب میپرید و کابوس میدید برای اینکه آرومش کنم هر کاری که از دستم برمیومد انجام دادم ولی تأثیری نداشت اون روز ظهر کنارش خوابیده بودم و غرق خواب بودم که با صدای جیغ همسرم از خواب پریدم این بار دیگه نتونه سکوت کنه و همه چی رو گفت از شنیدن حرفاش بد جوری شکه شدم اون به هم گفت که نادر بهش دسترازی کرده و به اجبار باهاش نزدیکی داشته نمیتونستم حرفای زنم رو باور کنم من و نادر همخون بودیم و به هیچ وجه نمیتونستم باهاش کنار بیام ولی وقتی همسرم اسکرینشات پیام هایی که نادر بهش داده بود رو به هم نشون داد فهمیدم که زنم داره حقیقت رو میگه به عنوان یه مرد رگ غیرتم بالا زد نمیتونستم دست روی دست بذارم و نگاه کنم که یه نفر خیلی راحت با زن من خوابیده و داره راست راست میچرخه برای همین با پسرموی بزرگم که خیلی باهاش صمیمی بودم تماس گرفتم و موضوع رو باهاش در میون گذاشتم وقتی فهمیدم که اونم دست کمی از من نداره باهاش نقشه کشیدم که نادر رو سر جاش بشونیم و داشتیم موفق هم می شودیم که شما سر رسیدین و نزاشتین اونو از پا در بیاریم حالا هم من به شخصه از این شخص شکایت دارم و می که هر طور شده تاوان کاری که بازنم کرده رو بده معمورین بعد از ثبت اظهارات این فرد هم تصمیم میگیرند به سراغ همسرهای این دو نفر برن و با اونها صحبت کنن چون اونا قطعا اطلاعات کامل تری از نادر و کاری که باهاشون کرده برای ارائه دارن زن پسرموی بزرگتر پشت میز بازجویی قرار میگیره و شروع به حرف زدن میکنه و میگه که راستش من اصلا با این فرد کاری نداشتم چون از زنش هم طلاق گرفته بود خیلی کم میدیدمش اون تنهایی زندگی میکرد و فقط گاهی اوقات با شوهرم میرفت بیرون من فکر میکردم که آدم درست و حسابیه و بای سلام علیک داشتم ولی هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر پلید باشه چیزی که میخوام برای شما تعریف کنم مربوط به دو روز پیش میشه شوهرم سر کار بود که صدای در اومد و من در رو باز کردم نادر پشت در بود و به هم گفت که اومده تا به شوهرم سر بزنه و اونو ببینه من بهش گفتم که شوهرم خونه نیست و سر کاره احساس میکردم که میخواد بیاد داخل راستش معذب بودم اما این بار گفتم که اگه راش ندم فردا پس فردا بین فامیل خرابم میکنه و میگه که به خونه پسرموی خودم هم رام ندادن به همین خاطر راهش دادم و اون وارد خونمون شد چند لحظه ای از ورودش گذشته بود که متوجه نگاه های عجیب و غریب شدم احساس میکردم که میخواد با چشماش من رو بخوره خیلی معذب شدم و برای اینکه بتونم میزان این نگاه ها رو کم کنم مدام به بهونه به آشپزخونه میرفتم و هر بار یه چیزی براش می آوردم تا بخوره اما یه بار وقتی که اومدم گیرم داد و کلی حرف چرت و پرت زد به هم می که از وقتی من رو دیده عاشقم شده و به شدت از من خوشش میاد به هم پیشنهاد رابطه داد و گفت اگه همراهیش کنم و قبول کنم برای من هر کاری میکنه ولی من قبول نکردم و باهاش درگیر شدم بهش گفتم که من همسرم رو دوست دارم و نمیتونم بهش خیانت بکنم خیلی سعی کرد با زبون بازی من رو به خودش همراه کنه ولی وقتی دید نمیتونه تصمیم گرفت زورکی به خواستش برسه سینی چایی که دستم بود رو ازم گرفت و پرت کرد روی زمین و گفت حالا که با همراه راه نمیای خودم درستت میکنم اون یه مرد بود و من نمیتونستم در مقابلش بایستم برای همین شروع به جیغ کردم تا شاید از مردهای همسایه کسی صدامو بشنوه و به کمکم بیاد ولی این نادر بیشرف با دستش دهن من رو گرفت و جلوی جیغ و دادم رو گرفت خیلی تلاش کردم که جلوش رو بگیرم و نذارم خواستش رو عملی کنه در نهایت اون منو روی زمین خوابوند و دهن کثیفش رو روی گردنم گذاشت به زور لباسم و درورد و بعد هم همونجا توی پذیرایی به هم تجاوز کرد بعد از اینکه کارش تموم شد تهدیدم کرد و به هم گفت که اگه به کسی راجع به این قضیه بگم زندم نمیذاره و همه جا جار میزنه که من ازش خواستم به خونم بیاد و آبروم رو میبره به قدری ترسیده بودم که تصمیم گرفتم سکوت کنم و چیزی رو به کسی نگم ولی حالم اصلا خوب نبود هر بار که به شوهرم نگاه میکردم عذاب وجدان به سراغم میومد و نمیدونستم باید چی کار کنم میترسیدم اگه به شوهرم بگم و این قضیه به جایی درس کنه آبروم بره و همه من رو مقصر بدونن از اون طرف هم من و شوهرم واقعا عاشق همدیگه بودیم و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم در نهایت سر سفره غذا گریم گرفت و همه چی رو برای شوهرم تعریف کردم میترسیدم که منو باور نکنه ولی با تماسی که پسرموش باهاش گرفت مشخص شد که مشکل از نادره و ما تقصیری نداشتیم بعد هم شوهرامون تصمیم گرفتن اونو سر جاش بشونن مو به موی صحبت های این خانم یادداشت میشه و بعد از این به سراغ زن دوم میرن این خانم هم به اتاق بازجویی میاد و اظهارات خودش رو بیان میکنه این زن میگه که متاسفانه این مرد از موقعیت شغلی شوهر من سوء استفاده کرد و دقیقا در زمانی که داشتم از خرید به خونه برمیگشتم سر رسید این ماجرایی که میخوام براتون بازگو کنم حدودا مربوط به ده روز پیشه با هم سلام و احوال پرسی کردیم و اون به هم گفت که میخواد با هم صحبت کنه اصلا فکر نمیکردم که بخواد به هم نظر داشته باشه و با هم کاری کنه به همین خاطر تعارفش کردم که وارد خونه بشه و اونم قبول کرد بعد از اینکه مقداری با هم صحبت کردیم کم کم بحث رو به عشق و عاشقی کشید و از جداییش حرف زد می گفت بعد از زنم نتونستم دوباره عاشق بشم و تنهایی داره به هم فشار میاره بعد از این حرفاش یه های بحث رو عوض کرد و به هم گفت که از من خوشش میاد یکی خوردم و خودم رو جمع جور کردم سعی داشتم بهش بفهمونم که من متعهلم و این عشق و علاقش اشتباهه اما اون توجهی به حرفهای من نکرد و به اجبار چیزی که میخواست رو پیش برد بعد از تموم شدن کارش هم از خونه من بیرون رفت خیلی میترسیدم نمیدونستم باید چی کار کنم چون این نامرد پسرم و شوهرم بود و میترسیدم شوهرم فکر کنه که من دروغ میگم و حق با اونه زندگی به کامم تلخ شده بود حدودا ده روز رو به سختی گذروندم اما اصلا حالم خوب نبود دلم نمیخواست اینطوری ادامه بدم از کابوس های همیشگی و گریه های شبونه خسته شده بودم اون آدم کثیف هم همچنان به هم پیام میداد و میگفت مجددا میخواد با هم رابطه داشته باشه و حال کنه از همین پیامهاش اسکرینشات گرفتم و به عنوان مدرک نگه داشتم وقتی همه چی رو به شوهرم گفتم اسکرینشات ها رو نشونش دادم اونم خیلی عصبانی شد و با پسرموش که اتفاقی مشابه ما براش افتاده بود قرار گذاشت تا نادر رو توی خونه پدرش کتک بزنن و تاوان سو استفاده کردن از ما رو ازش بگیرن خیلی خوشحالم که شوهرم و پسرموش موفق شدن و تونستن اون آدم کثیف رو تا حد مرگ کتک بزنن مامورا بعد از ثبت صحبت های این خانم تحقیقات خودشون رو همچنان ادامه میدن و مامورینی که مسئول این پرونده هستن منتظر میمونن تا حال نادر بهتر بشه و بتونه صحبت کنه این فرد به گفته پزشک معالجش فعلا حال مساعدی نداره و نمیتونه پاسخگوی سالات معمورین مربوطه باشه اما چیزی که ماجرا رو جالب تر میکنه ماجرای خانومی 29 ساله است که به اداره آگاهی مراجعه میکنه و خودش رو دختر خالی نادر معرفی میکنه و میگه که میخواد با بازرس این پرونده صحبت کنه این زن در مقابل بازرس پرونده شروع به صحبت میکنه و میگه که من خیلی دودل بودم که بیام یا نیام اما بالاخره تصمیم گرفتم بیام و شما رو در جریان اتفاقی که برای من افتاده بذارم تا شاید شما بتونین یه جورایی به هم کمک بکنین من دو سه سال پیش بنا به دلایلی از شوهرم جدا شدم و تنهایی زندگی می کردم. درسته که بعد از طلاق آدم از هم می پاشه ولی خب من دوباره تونستم خودم رو جمع جور کنم و زندگی خودم رو بسازم اما این وسط اتفاقات عجیبی برام افتاد چون دلم نمیخواست خواست نگاه ها و تیکه های مردم رو راجع به خودم و ماجرای جدا شدنم بشنوم از پدر و مادرم خواستم که بهم هم اجازه بدن مستقل از اونا زندگی کنم و اونا هم قبول کردند. رفته آمد چندانی با کسی نداشتم و فقط با فامیل های نزدیکم در ارتباط بودم یه روز خالم با هم تماس گرفت و گفت خیلی وقت من رو ندیده و دلش میخواد بیاد به هم سر بزنه منم خوشحال شدم همه چی رو برای شام آماده کردم اون شب نادر هم همراهشون اومده بود پسر خالم هم مثل من از شریک زندگیش جدا شده بود و تنها زندگی میکرد خیلی احتمالش کم بود که همراه پدر و مادرش به جایی بره و من واقعا تعجب کردم با این حال اهمیتی ندادم و مهمونی به بهترین شکل ممکن برگزار شد اون آخرای مهمونی خیلی خوابم میومد و احساس میکردم که سرم سنگین شده بعد از اینکه خانواده ی خالم رو بدرقه کردم بدون هیچ فکری فقط خودم رو به اتاق خواب رسوندم و همونجا روی تختم افتادم و خوابیدم واقعا نمیدونم چه مرگم شده بود ساعت حدودای سه نیمه شب بود که احساس میکردم دارم تکون میخورم چشمام رو که باز کردم با صحنه وحشتناکی روبرو شدم هیچ لباسی به تن نداشتم و از اون بدتر این بود که نادر از پشت بهم به چسبیده بود و اونم چیزی تنش نبود و داشت با هم رابطه برقرار میکرد سری از کنارش تکون خوردم و با دستام حلش دادم اون سمت و گفتم باید گمش از خونم بره بیرون ولی اون ولکنم نبود و تو یه حرکت من رو تو بغلش کشید بعد از این کارش مجددا به زور با من نزدیکی کرد اون مدام در گوشم میگفت که من پسر خالتم و تو هم متعلقه ای پس باید نیازمون رو با همدیگه برطرف کنیم مدام میگفت بهترین کار اینه که من نیازهای تو رو تامین کنم و نذارم دست غریبه بیفتی از حرکت های اون چندشم میشد و دلم میخواست خفش کنم بعد از اینکه کارش تموم شد به هم گفت که ازم فیلم گرفته و اگه بخوام جایی راجع به این قضیه حرف بزنم فیلمم رو پخش میکنه و آبروم رو میبره خیلی ترسیدم و تا چند روزی بعد از این ماجرا افسرده شدم حتی به سر کارم هم نرفتم و ترجیح دادم که فقط توی خونه بمونم اصلا حال درست و درمونی نداشتم و نمیدونستم چی کار کنم مشکل اصلی من این بود که خانواده های ما سنتی بودن و اگه میخواستم پیش کسی درد و دل یا گلاگه کنم من رو مقصر میکردن و میگفتن حتما خود دلت خواسته که اون به سمتت کشیده شده برای اینکه بتونم خودم رو آروم کنم چند جلسه ای پیش یه روانشناس رفتم و باهاش صحبت کردم اینطوری حداقل یکم سبک میشدم چون یه نفر بود که حرفای من رو بشنوه تصمیم گرفته بودم که این راز رو تا ابد توی سینم نگه دارم و نذارم کسی متوجه ماجرا بشه اما وقتی به گوشم رسید که چه اتفاقی برای نادر افتاده و چه اتهاماتی بهش زده شده خوشحال شدم و تصمیم گرفتم به اینجا بیام تا منم شکایتم رو راجع به این شخص ثبت کنم و با خیال راحت منتظر بمونم که تقاس کاری که با من کرده رو پس بده معمور مربوطه اظهارات این خانم جوان رو هم به پرونده این شخص اضافه میکنه و منتظر میمونه که حالش بهتر بشه تا صحبت اون رو هم بشنوه بالاخره بعد از گذشت چند روز از این ماجرا حال عمومی نادر بهتر میشه و بیمارستان این موضوع رو به پلیس اطلاع میده چند نفر از نیروهای اداره آگاهی برای بازداشت کردنش راهی بیمارستان میشن و بعدش رو به اداره منتقل میکنن این شخص طبق گفته پزشک مالجش حال کاملا خوبی داشته اما در طی بازجویی ها وانمود میکنه که دچار فراموشی شده و چیزی رو به خاطر نمیاره اون اینطور نشون میده که در طی این درگیری ها و مجروح شدنش حافظش رو از دست داده ولی پزشک اون میگه که نادر در حال نقش بازی کردن تا از میز محاکمه فرار کنه با توجه به این صحبت ها فشارهای اطلاعاتی روی این شخص بیشتر میشه و بالاخره نادر بعد از چند روز فیلم بازی کردن به حرف میاد و حرفهای خودش رو به زبون میاره اون اینطوری شروع به اعتراف میکنه و میگه که من آدم درست و درمونی نبودم و از همون حدودای 18-19 سالگی دنبال دوست دختر بازی و این قضایی بودم مامانم خیلی از بابت این اخلاقم عصبانی میشد و بارها سر این غذایا با هم دعوا کرده بود برای اینکه به قولی من رو آدم سربراهی بکنه یه دختر آفتاب محتاب ندیده برام پیدا کرد و من متعهل شدم مامانم فکر می کرد بعد ازدواجم آدم خوبی میشم ولی خب اینطور نشد اون احساس تنوع طلبی با من مونده بود و هیچ جوره نمیتونستم کنارش بذارم همزمان با اینکه زن داشتم چشمم میچرخید و دوست دختر هم داشتم سعی می کردم مخفی کاری کنم و نذارم زنم متوجه ماجرا بشه ولی خب اینطوری که من میخواستم پیش نرفت و همسرم همه چی رو فهمید بعد از اینکه مچم رو گرفت بهم گفت که دیگه با هم زندگی نمی کنه و خیلی سریع ازم طلاق گرفت بعد از اینکه همسرم من رو ترک کرد و رفت وارد روابط متعددی شدم از همین طریق نیازم رو برطرف می کردم. تمام زندگیم به عشق و حال می و تبدیل به یه عیاش به تمام معنا شده بودم یا مشروب می خوردم یا سرگرم دختربازی بودم این کارا برام عادی شده بود و تصمیم گرفتم که با چند تا از زنهای فامیلم هم از این کارا بکنم اولین نفر اونا دختر بود که خیلی بهش نظر داشتم و ازش خوشم می اومد. خیلی جذاب بود به بهونه اینکه دلم براش تنگ شده مادرم رو ترغیب کردم که به دیدنش بریم و اون شب دزدکی توی قضاش خواب آور ریختم و کلیدش رو هم پنهونی برداشتم بعد از اینکه ما رو بدرقه کرد به خونش رفتم و در رو باز کردم و همونطور که انتظار میکشیدم خواب بود و من تا حدودای ساعت سه صبح که بیدار شد کلی باهاش حال کردم خیلی سعی کردم با زبون بازی کاری کنم که با هم ادامه بده اما اون کوتاه بیا نبود و حتی بعد از این قضیه دیگه جوابم رو هم نداد جدایی از دختر خالم تو نخ دوتا دیگه از زنای فامیلمون هم بودم که هر دوشون همسر پسرم و هم بودن و با اونا هم به اجبار کاری که میخواستم رو کردم راستش در طی این مدت اینقدر زندگی به هم فشار آورده بود که دیگه هیچی برام مهم نیست و اتفاقا خوشحالم که به خواسته دلم رسیدم مامورا اما اظهارات این پسر رو بعد از اینکه اون تمام گفته هاش رو بیان میکنه یادداشت میکنن و پرونده رو بعد از اینکه گزارش پزشکی قانونی رو هم درش قرار میدن تکمیل میکنن و به دادگاه می‌فرستن. جلسه ای رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه گزارش پزشکی قانونی تجاوز این پسر به این سزن رو تایید میکنه و خانواده های قربانی ها هم به هیچ عنوان حاضر به گذشت و رضایت هم نبودن برای همین هم قاضی پرونده در نهایت بعد از بررسی مجدد شواهد و مدارک این شخص رو به جرم تجاوز به عنف به اعدام محکوم میکنه عزیزای دلم رسیدیم به انتهای پرونده ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای زنیه که به دنبال اخاذی اینستاگرامی مجبور به تن دادن به تجاوز میشه و ازش سوء استفاده میشه رو تماشا بفرمایید